فصل 19. عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر می گذشت. مردی در آنجا بود به نام زکی که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. او می خواست ببیند که عیسی چه نوع شخصی است، اما به علت کوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی توانست او را ببیند. پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود: ای زکی، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم. او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند، زمزمه نارضایی از آنها برخاست. آنها می گفتند او مهمان یک خطاکار شده است. زکی ایستاد و به عیسی خداوند گفت: ای آقا، اکنون نصف دارایی خود را به فقرا می بخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم 4 برابر به او بر می گردانم. عیسی به او فرمود: امروز رستگاری به این خانه روی آورده است، چون این مرد هم فرزند ابراهیم است. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. عیسی چون در نزدیکی اورشلیم بود، برای کسانی که این سخنان را شنیده بودند مثلی آورد، زیرا آنان تصور می‌کردند که هر لحظه پادشاهی خدا ظاهر خواهد شد. او فرمود: شریف‌زاده‌ای سفر دور و درازی به خارج کرد تا مقام پادشاهی را به دست آورد و بازگردد. اما اول 10 نفر از غلامانش را احضار کرد و به هر کدام 1 سکه طلا داد و گفت: تا بازگشت من با این پول داد ستد کنید. هموطنانش که از او دل خوشی نداشتند، پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا بگویند: ما نمی‌خواهیم این مرد بر ما حکومت کند. پس از مدتی او با عنوان فرمانروایی مراجعت کرد. دنبال غلامانی که با آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده است. اولی آمد و گفت: ارباب، پول تو 10 برابر شده است. جواب داد: آفرین، تو غلام خوبی هستی. خودت را در امر بسیار کوچکی درست کار نشان داده ای و باید حاکم 10 شهر بشوی. دومی آمد و گفت: ارباب، پول تو 5 برابر شده است. به او هم گفت: تو هم حاکم 5 شهر باش. سومی آمد و گفت: ارباب، بفرما، این پول تو است، آن را در دستمالی پیچیده کنار گذاشته ام. از تو می ترسیدم، چون مرد سختگیری هستی، آنچرا که اصلا نگذاشته ای بر می داری و آنچرا که نکاشته ای درو می کنی. ارباب جواب داد: ای غلام پس نهاد، تو را با حرفهای خودت محکوم می کنم. تو که می دانستی من مرد سختگیری هستم که نگذاشته را بر می دارم و نکاشته را درو می کنم. پس چرا پول مرا به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع مراجعت آن را با سودش دریافت کنم؟ به حاضران گفت: پول را از او بگیرید و به غلامی که 10 سکه دارد بدهید. آنها جواب دادند: اما ای آقا، او که 10 سکه دارد. او گفت: بدانید، هر که دارد بیشتر به او داده می شود، و اما آن کسی که ندارد حتی آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. عیسی این را فرمود و جلوتر از آنها راه اورشلیم را در پیش گرفت. وقتی که به بیت فاجی و بیت انیا واقع در کوه زیتون نزدیک شد، 2 نفر از شاگردان خود را با این دستور روانه کرد: به دهکده روبرو بروید، هم که وارد آن بشوید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید دید که هنوز کسی بر آن سوار نشده است. آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد.
آن دو نفر رفتند و همه چیز را همانطور که عیسی گفته بود دیدند. وقتی کره الاغ را باز می کردند، صاحبانش پرسیدند چرا آن کره را باز می کنید؟ جواب دادند خداوند آن را لازم دارد. پس کره الاغ را پیش عیسی آوردند. بعد لباسهای خود را روی آن کره الاغ انداختند و عیسی را بر آن سوار کردند. و همینطور که او می رفت، جاده را با لباسهای خود فرش می کردند. در این هنگام که او به سرازیری کوه زیتون نزدیک می شد، تمامی شاگردان با شادی برای همه معجزاتی که دیده بودند، با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا کردند و می گفتند، مبارک باد آن پادشاهی که به نام خداوند می آید، سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد. چند نفر فریسی که در میان مردم بودند به او گفتند، ای استاد به شاگردانت دستور بده که ساکت شوند. عیسی جواب داد، بدانید که اگر اینها ساکت بمانند، سنگ‌ها به فریاد خواهند آمد. عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد، بران اشک ریخت و گفت، ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را می شناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است و زمانی خواهد آمد که دشمنانت علیه تو سنگربندی خواهند کرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف محاصره خواهند کرد و تو و ساکنانت را در میان دیوارهایت به خاک خواهند کوفت و در تو سنگی را روی سنگ دیگری باقی نخواهند گذاشت، چون تو وقت دیدار پرفیض الهی را درک نکرده ای. بعد از آن عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن فروشندگان پرداخت و گفت، کتاب خدا می فرماید، خانه من نمازخانه خواهد بود، اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. همه روزه عیسی در معبد تعلیم می داد و سران کاهنان و ملایان سعی می کردند که با کمک بزرگان شهر او را از بین ببرند. اما دیدند که کاری از دستشان بر نمی آید، چون عامه مردم با علاقه زیاد به سخنان او گوش می دادند.